امروز حالتون خوب باشه توی جلسه قبل یاد گرفتیم که چجوری جو میتونیم از انجی فور استفاده کنیم و یه لیستی رو به صورت لپ برگردونیم تو صفحه HTMLmlمون و ما اومدیم با یه سری ساده این کار انجام دادیم با یه سری لیست عددی یا رشته این کار انجام دادیم ولی توی این قسمت میخوایم یه داره رو پیچیده‌تر کنیم و اینکه بخوایم یه دونه برگردونیم توی صفحه و تمام اون دیتیلز ها رو بیاد از تی اس فایل اون بخونه و به صورت یه سایت واقعا شبیه کامرس بیاد محصولات رو اینجا نشون بده توی این قسمت قراره که در مورد این کار کنی با هم دیگه قبل از اینکه بخوایم کار شروع کنیم من برمیگردم توی وی اس کدم و میخوام یه سری تغییرات رو اینجا بدم تغییراتی که میخوام انجام بدم اول اینکه سرچ رو میندازم زیر کانتینر زیر پروداکت لیست و اینکه خودش جابجا میشه ببینیم توی صفحه من مشکلی نداره یه دونه سیو میزنم و درست میشه خودش همه این تغییرات رو انجام میده و اینکه توی سرج ببینم چی دارم یه دونه سرج دارم یه دونه سی داریم و تی اس داریم خب اینجا یه چیزی بنویسیم فعلا مثلا منس واچس که اینجا خالی نباشه فعلا ببینیم چرا این مله میکنه این یه بار دیگه بریم ببینیم دفعه رفرش بشه یه بعد استابش کنیم دوباره سروش کنیم درست خب، شد. و کاری دیگه که میخوام بکنم اینکه اینو اسمش رو بذارم کانت، کانتینر و توی اون کانتینر بیام پرداک لیست یا هر چیزی که مربوط به اون پرداک میشه رو اینجا اسکو کنم من بییم چیکار میکنم من اگه بخوام اسم رو عوض کنم اینجا باید تمام این سی ها TS و همینجور توی اپ ماجولی اینا عوض بشه پس من این کار رو انجام میدم یه رینیم میکنم اسمش رو میذارم کانتینر اینو که اینا بریک میشه ولی مشکلی نداره اسم اینم میذارم کانتینر یه هم همین کار میکنم کانتینر و بعدی کانتینر توی این رسمت هم میام اینجا رو اسمشو میکنم کانتینر سیستشم میکنم کانتینر و اینجا هم اسمش میذارم اب کانتینر دیگه کجا رو داریم که کارش خب اینا همش عوض شد خودش به صورت اتومات میبینیم که اینا همش تغییر کرده ولی یه پکیج اینجا هنوز هستش که بعد اون پیداش کنیم اپ HTML که اینجا ره خب اپ کانتینر ببینم که اینجا چه مشکلی داریم توی تمپلیت هدر اینجا ما چیزی داریم داری یه بار ستاپش کنم دوباره انجی سر بزنم ببینم ارور میگیرم یا نه ظاهرا که درست همه چی این توجه بعد میام توی کانتینرم. اینجا یه دونه بهش یه دونه ترمینال باز میکنم. توی cd زنگش سی دی اس cd src app کانتینر. توی این کانتینرم میخوام یه دونه پرداخت بهش اضافه کنم. یاد گرفتیم به ng g c product list و اینتر میزنیم یه دونه لیست list بر ما اینجا درست میکنه ts فایلش فایلشو گفتیم اسپکشو رو که برای یونیت تست بود پاک میکنیم فعلا اینجا یه دونه product list works داریم یه دونه css شو داریم و یه دونه ts شو داریم که من میام اسم اینو اینجا برمیدارم میام تو قسمت کانتینر و این زیر پ پرداکلیس قرار میدم خب اروری که ما اینجا گرفتیم به خاطر اینی که ما این کانتینر رو که کردیم دیگه توی اپ ماجول اضافهش نکردیم فقط تغییر اسم پیش دادیم اینجا باید چکار کنیم بعد قبلش اسمش اینجا پورداکلیس کامپوننت بود بعد اینجا پورداکلیس رو برداریم کانتینر بذاریم اسمش و این کانتینر رو توی اپ ماژولم اضافه کنم بعد پروداکت لیست اپ ماژولم اضافه میکنم و میبینیم که به درستی داره کار میکنه من اینجا رو به یه ذره صفحه خلوت بچه پس اومدم چیکار کردم اومدم یه دونه کانتینر درست کردم توی این کانتینر یه دونه پروداکت لیست قرار دادم و یه دونه سرچ رو که از قبل داشتیم حالا من باید این اپ لیست رو بیام توی پرداگ و به اینجا اضافه کنم ببینیم که یه بار دیگه من این رو کنم ng-server بزنم این پرداک لیست ورک اومد اینجا تا اینجای کار همه رو درست انجام دادیم حالا من میخوام تو این سپر رو دیزاین کنم چکار میکنم؟ من از قبل این کدشو آماده دارم و فقط میام یه دونه دیو میزنم یه کلاس میزنم و برای اون کلاس هم یه دونه CSS نوشتم خودش دیو باشه اضافه کردش و اینکه میام این, که این دیو رو میذارم به این قسمت و برای اینکه بخوایم بگیم که محصولمون چه شکلی باشه این وسط باید یه دیزاین داشته باشیم اینم من از قبل اشتمالش رو عاده کردم قرار میدم اینجا فعلا همه چی استاتیک هستش میبینی که به این شکلی در اومد و بعد براش یه دونه CSS بنویسم CSS هم بهش حد می کنم تا قشنگ تر بشه و بعد بریم برای ادامه ماجرا الان ولی هیچ دیتایی فعلا نداری که بخواد اینجا نشون بده فعلا یه یه دونه کارد میتونه باشه خب فقط برای اینکه یه ذره بهترشه من اینجا رو کامنت میکنم حالا میخوام بیا محتوای اینجا رو با سفر از آبجکتی که گفتم توی تیس فایلم میخوام درست کنم پرش کنم چکار میکنم میام توی پردک لیست و یه دونه پرو اینجا می و میگم که یه دونه اری هستش اری آبجکت که وقتی که من این اری آبجکت پر کردم با یه سری دیتا میام جزئیاتش تو صفم برمیگردونم که شما بعدا اینو یاد میگیرید که چجوری این دیتا رو از API بگیرید ولی این حالت فعلا ما به API دسترسی نداریم و فعلا نمیخوایم خیلی پیچیدش کنیم همینجا این دیتا رو براش می نویسیم ران کنیم پردکت و یه دیتا خیلی طولانی هستش که من براتون توی گیتاب قرار میدم که می‌تونید ازش استفاده کنید موقعی که می تمرین کنید این پردکت هر کدومش شامل ID, Name, برند، Brand, Gender, Category, Size, Color, Price, Discount Price توی اینورتوری هستش چند تا داشت مونده و عکسش و یه سلاگش میبینید حدود پایین نگاه کنیم حدود سی تا محصوله من میخوام از این دیتا استفاده کنم توی صفحه HTML هم برگردونم و اینجا نشون بدم خب اولین کاری که میکنم اینه میگم من یه دونه باکس دارم یا پدش پادش کنم یه دونه باکس دارم توی این باکسی یه دونه محصول تکی دارم میخوام این محصول تگی رو لوپش کنم و به تعدادی که اینجا دارم توی صفحه بر من نشون بده یادتون تو قسمت قبل در مورد NG4 صحبت کردیم خب ما اینجا از NG4 استفاده میکنیم از سریس یادتون نره Let's Item اسمشون ده هم و اسم اولیس لیست پردکتس حالا میگم از این پراده من میخوام استفاده کنم اینجا این پروداکت گفتم پراد میشه یعنی یه دونه از این پردکت ها رو من میخوام بگیرم و فقط اکسشون میخوام ایمیج یارل چیکار کنم از پراپرتی بایندینگ استفاده میکنم اینجا چی مینیمیسم مینیمیسم پراد داد همه اون پروپرتی هایی که توی این آپچیک هستش اینجا براتون بعد که وقتی که داتا میزنید بهتون نشون میده. من یک میچ یو آره میخوام استفاده کنم ببینم درست شد؟ آره درست شد. ولی هنوز پشنگ نیستش. برمیگردم توی کد این جاهایی که هنوز استادیک هستش رو پر کنم با استرینگ interpolation و پرایس بود پرایس نیمش prod.name gender دوباره string interpolation dot gender category prod.category و آخر سر brandش prod.brand برمیونید توی صفحه همون چیزی که Nike, React, Infinity, شد میمونید که نایکی ریاک اینفینیتی راند اسمش شد من، رانین، نایکی هنوز کالر کانتش مونده. یعنی ما توی اینجا توی کدمون داریم که هر مثلا محصول چندتا تا کالر داره. مثلا میبینید اینجا ست تا کالر داره. این محصول اینجا ست تا داره اینجا ست تا داره و رمگاه مختلف داره خب اینم کام توی این قسمت برش یه رونه چکار میکنم سنگیت کلشیم پراد دات color.length لنتش رو میخوام برگردونم شد سه تا سه تا سه تا چهار تا یعنی چهار تا ولی هنوز قیافش قشنگ نیستش برمون و هنوز خوشگل چیده نشد توی این قسمت فقط باید این رو درست کنیم که ببینیم که فکر میکنم توی سیاس اس یه مشکلی هستش که باید اول او کارد اینجا بشه سساس و درست کنیم و بریم چکش کنیم آه می که درست شد فقط باید این قسمت یه ذره بیاد به سمت راست که اینو بر تو قسمته کانتینر کامپوننت css و اینجا یه مارجین بهش بدیم توی مارجین باید بیت 20 پیکسل و اوتو بذاریم که وسط باشه و پدینگش هم باید صفر و 17 وی اچ باشه بریم نگاه کنیم موکی. درست شد اومد وسط شما میتونید توی این قسمت از ایندکس هم استفاده کنید که توی ایندکس میتونید شما این کار رو انجام بدید let i مساوی است با ایندکس شما میتونید ایندکس هر محصول رو اینجا ببینید چی هست که اگه بخوایم برش گردونیم اینجا یه دن آی میذاریم string interpolation میذاریم و آی رو اینجا میبینیم ببینیم ببینیم میبینید 0 1 2 3 چون که array همیشه از صفر شروع میشه به خاطر همین از صفر شروع میشه یعنی محصول یکمون میشه آیدیش یعنی اون آیدیش میشه صفر توی array منظورمه کل array ها از صفر شروع میشه صفر یک دو سه محصول دوم میشه arrayش آیدیش میشه ایندکسش میشه یک محصول سوممون ایندکسش میشه دو و الی آخر که خب این محصولاتی که اکسش نشون داده میشه به خاطر اون این قسمت توی تیز فایل هستش که به احتمال زیاد اکس نمیخونه و اینجا مشکلی داره خب امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کرده باشید این قسمت رو تمرین کنید این کد رو براتون میذارم توی گیتاب و اگه خواستید ازش استفاده کنید تا قسمت بعد خدا نگهدارم